هدفمندی موضوع امروزی ما هست در برنامه صبح و زندگی معلوم بودن هدف نقطه شروع موفقیت هاست خدا کنه شما هم در زندگیتان یک شخصی باشین همیشه هدف داشته باشین و بتانید به اهداف والایی که داریم با او هم برسین انشالله با امید خدا مهماندار هستم بانو مسکار شیرزاد روانشناس همراه ما هستن ببینیم نظر و دیدگاه مهمان عزیز ما در رابطه با هدفمندی چی هست شما را خوش میگم بانو شیرزاد صبحتان بخیر سلامت باشین خیلی خوشحال هستم از اینکه در برنامه خوبتان مرا دعوت کردن موضوع امروز برنامه ما هست هدفمندی امروز میخوایم در رابطه با اینکه چرا ما باید در زندگی خود هدف داشته باشیم در رابطه با میخوایم صحبت کنم بلی. و همچنان ویژگی ها و ویژگی هایی که یک فرد که میخواد هدفمند باشه در رابطه به این میخوایم با دوستای عزیز معلومات خود را شریک بسازم تشکر بانوش سلامت باشین واقعا گفتنی زیادی هست در رابطه به هدف داره. شان هدفمندی کسایی که هدف دارن در زندگیشان چه ویژگی هایی دارن و کسایی که هدف ندارن اونا چقدر سردرگم هستن در زندگیشان. حالا بیشتر در رابطه با این موضوع بعدا صحبت میکنیم ولی در نخست میخوایم یک تعریف شما از هدف داشته باشیم هدف عبارت از زمان خواسته ها و خواسته های و مقاصد می باشد که یک فرد می در آینده در زندگی خود با آن نایل شود یعنی هر فرد نظر به امو موقعیت و تفاوت های فردی که داره در زندگی خود هدف گوناگونی را انتخاب انتخاب میکنم و میخواه به او هدف برسه هدف من بودن در زندگی به این معنا که ما چقدر میتونیم در زندگی خود کامیاب باشیم به با کدام اندازه ما مسیر را طی کردیم به طرف کمال به طرف کامیابی هدف من بودن منظور از هدف من بودن در زندگی همین موارد می باشه و همچنان کامیابی نرز هر فرد متفاوت می باشه مثلا بعض از افراد هستند که سرعتمند شدن را کامیابی امه. می دانند بعض از افراد هستند که به ای که به منم یاد برسن ای را کامیابی میدانن به نان دیدگاه افراد نظر به داشتن هدف در زندگی در زندگی متفاوت متفاوت می باشه. هست. پس تعریفی که شما از هدف داشتین حالا به این در رابطه به بگویید از دیدگاه روانشناسی همین هدف داشتن در زندگی چقدر میتونه بالای روح و روان ما تأثیر گذار باشه چقدر میتونه مسیر زندگی را بر ما راحتتر و استوارتر نشان بده که ما بتونیم بهتر و خوبتر به زندگی ما ادامه بدیم Uh, هدف در حقیقت uh, مسیر زندگی ما را تعیین میکنه هدف اولین قدم می میباشه به اینکه ما به مفقیت نایل شویم یعنی um, وقت ما در زندگی خود هدف تعیین میکنیم <applause> ما um, برنامه های را در نظر میگیریم تعیین میکنیم به که به مو اهداف خود نایل شویم um, برنامه و در تعیین هدف باید یک سلسله اصول و شرایط را هم در نظر بگیریم مثلا چه شرایطی بانو شیرزاد این نکته اساسی را میشه بله. که همراه ما شریک بسازیم uh, کنیم هدف را انتخاب کنیم که واضح و مشخص باشه یعنی مثلا اگر بخوایم که ثروتمند شویم و بگوییم که ما میخوایم ثروتمند شویم هی هدف واضح و مشخص نیست میتونیم بگوییم که من میخواهم تا سال آینده مثلا دو میلیون یا سی میلیون در درآمد بیشتر شو افزایش پیدا کنه این میتونه هدف مشخص باشه هرگاه هدف ما مشخص نباشه این صرفا میتونه یک رویا یک خیال پیش میتونه باشه که زمانی که ما هدف ما مشخص خاص نباشه ما نمیفهمیم که در زندگی خود چی باید کنیم چی کارهایی را انجام بتیم. مسیر زندگی ما ما را به کجا میکشان زمان که هدف مشخص میشه در حقیقت ما مسیر زندگی خود را انتخاب میکنیم ما این انتخاب میکنیم که باید به با کدام طرف به کدام طرف خود را سوق بدیم به خاطر از اینکه به موفقیت نایل شویم و همچنان به خاطر از اینکه هدف انتخاب میکنن کوشش کنن که هدف بزرگ انتخاب کنن هدف را انتخاب کنن که بزرگ باشه و قابل دستیافتنی باشه مم. مثلا هدف بزرگ میتونه هی باشه که وقت شما میخواین نویسنده شوین یه هدف بزرگ میتونه برتانی باشه که شما میخواین مشهورترین نویسنده شوین یا وقت میخواین که با کنکور امتحان هدف بزرگ تان میتونه باشه که میخواین در امورشته که علاقه دارن و موش به امورشته امتحان بدن و هدف یعنی دستیافتنی هم باید باشه مهم است که هدف را انتخاب میکنن دستیافت فتنی باشه مثلا شما آواز خوب نداره نمیخواید آواز خوب ندارن و میخواین که آوازخوان شوین در حالی که مشهورترین آوازخوان شوین این میتونه برتون یک هدف دست نیافتنی باشه بنان از مو ابتدایی که میخواین هدف انتخاب کنن هدف را انتخاب کنن که مفید باشه هدف را انتخاب کنن که با مو امکانات توانایی ها علایق ویژگی هایی که دارن و مو بر بخوره و بتونن به او نایل شوین و همچنان وقت هدف انتخاب میکنن کوشش که هدف که انتخاب میکنین در یک کتابچه یادداشت کنن و هدفتان اولویت بدین که اول به کدام هدفتان میخواین برسن به قدم بعدی به کدام هدفتان میخواین برسن این می اولویت دادن هم نقش مهم را در تعیین اهداف داره باعث میشه امکانات بیشتر به ما فراهم میکنه که زودتر به هدف نایل شویم و هدف وقت شما در یک کتاب شنوشت در حقیقت این میتونه برتون یک انرژی یا انگیزه مثبت به طبیعی که شما سعی و تلاش بیشتر به که به هدافتان نایل شون و در انتخاب هدف وقت نوشته و یا انتخاب میکنن کوشش کنین که تاریخ هم ذکر کنین و خاطر هرقدر که شما مطابق تاریخ مطابق یک یعنی میار منظم هدافتان انتخاب کنین و پیش برین همه قدر بیشتر میشه در انگیزیتان بیشتر باستاند. میشه به ای که شما به همو نایل شوید و همچنان موضوع مهم دیگر هست است که اهداف را که انتخاب میکنید کارهایی را که به خاطر رسیدن به او اداف مهم است را هم در نظر بگیرن مثلا وقت شما اضافه انتخاب میکنن ممکن است موانع و مشکلات هم در مسیر رایت قرار رو بگیره کوشش کنن که شکست یا باخت قبول نکنن با مو مشکلات مقابله کنن هر مشکل از خود یک رای حل داره برای حل هایش بیشتر توجه کنن و برای حل هایش کوشش کنن که رای حل پیدا کنن و امکانات و ام توانایی هایی که دارن هو هم میتونن در نظر بگیرن خب بانو شیرزاد به با نظر داره. شما همین داشتن چندین هدف خرد ریزه چقدر میتونه ما را کمک کنه تا که برسیم به هدف نهایی ما طوری شما در رابطه با ثروتمند شدن یا آوازخان کسی که میخوای یک آوازخوان شوه مثلا صدای درستی نداره بله. اگر بخوای او در زندگی خود چندین هدف خرد ریزه داشته باشه این چقدر میتونه رو به هدف اصلی که داره حالا در یک سال بعد دو سال بعد به اون نزدیک تر بسازه؟ آم، کاملا میتونه نزدیک بسازه به خاطر که روانشناسان معتقد به هستن میگن زمانی که شما هدف بزرگ تعیین میکنین کوشش کنین که همو هدف تونه به اهداف کوچکتر تقسیم کنین مثلا شما یکی از اهداف بزرگ است که در یک سال میخواین که 20 کیلو از وزن خود کم کنین ممکنه سی برتان در ابتدا دشوار به نظر برسه که من نمیتونم که در یک سال 20 کیلو وزن خود کم کنم همین اهداف تونه میتونن به اهداف کوچکتر تقسیم کنین مثلا میتونن که در دو ماه در یک ما دو, دو, کیلو وزن تان کم کنید که در یک سال میشه 20 کیلو وزن تان شما کم کنید نان وقت اهداف تان به اهداف کوچک تقسیم میکنین اهداف بزرگتان مسیر دستیابی به اهداف بزرگتان خیلی برتان آسان میشه بسیار خو. واقعا داشتن چندین هدف خرد رضا ما را میتونه بهتر و خوبتر به هدف اصلی ما برسونه و ما حتما مسیر زندگی ما را میتونیم مشخص بسازیم که ما باید از کجا شروع کنیم تا بتونیم به هدف اصلی خود ما برسیم تشکر از حضور شما بارون مسکار شیرزاد واقعا گفتنی خوبی داشتین در رابطه با هدف و ویژگی که باید یک شخص هدفمند داشته باشه در زندگیش چیزی که باقی مانده به با عنوان جنبدی و به عنوان پیام کوتاه میشه که همراه ما بیننده شریک بسازین شما سلامت باشین امروز بیننده ها میتونه میخوایم می پیام شریک بسازیم که همیشه کنند در زندگی تان هدف داشته باشین به خاطر وقت هدف داشته باشین شما انرژی بیشتر به این پیدا میکنین که به مو فعالیت هایی که علاقه دارن به او برسن و تحقیقات مختلف که انجام شده نشان میده که هر وقت شما هدف من باشین فعالیت مغزتان بیشتر میشه هدفمندی باعث میشه که از سکته های مغزی از مشکلات قلبی و و غیره مشکلات در شما کاسته شود و همچنان هدفمندی باعث میشه که از جمله افراد مطرح افراد افراد سرشناس در کشور باشن افراد سربتمند باشن بنان کوش کنن که در تمام مسیر زندگیتان اهداف بزرگ و اهداف کوچک برتان تعیین کنن به که بتونیم به موفقیت نرسیم <تصفح> <تصفح> و کسی که هدف داشته باشه در زندگیش هیچ وقت در مسیر راه دچار وسوسه هایی که اونا رو وادار می سازه برای اینکه به عقب برگرد هیچ وقت دچار از وسوسه ها هم نمیشن تشکر <تصفح> از حضورتان سلامت باشین بانش شیرزاد وقت خوش برتان سلامت باشین خیلی خوش شدم از اینکه در برنامه خوبتان مرا دعوت کردن ممنون تان امید که برنامه مفید به دوست عزیز باشه زنده و سلامت باشین تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودیم و برنامه صبح زندگی رو بر دیدن انتخاب کردین فعلا میام برنامه کوتاه هستیم در خدمت شما ایزان در ادامه هم شما ما را تنها نگذارید